ترا انسان، نوشته شاهین نجفی، ویراستار نیکو نگار، تصاویر جلد علیرضا بدیعی و لیلی بازرگان، صفحه آرا توسکا جم، چاپ اول پاریس فرانسه 2021، نشر ناکجا. کووید 19 تا اواسط سال 2021 بالغ بر 180 میلیون نفر را مبتلا کرد و جان نزدیک به 4 میلیون تن را گرفت. مرگ در مقیاس وسیع برای انسان اتفاقی تلخ و ترسناک است. انسان تا وقتی از نزدیک با مرگ مواجه نشود آن را غریبه میپندارد، اما وقتی مرگ در برخوردی نزدیک دامن اطرافیانش را میگیرد چهره‌ای جدید و واقعی تر از خود نشان میدهد و مانند مهاجمی ناخوانده و هولناک همه چیز را دگرگون میکند. اینکه یک خانواده 5 نفره در طول و عرض 1 ماه 4 نفر از اعضای خود را بر اثر کرونا از دست بدهد تکان دهنده و غیر قابل باور است، اما باقی ماندن و ناگزیر به زندگی ادامه دادن برای بستگان فرد در گذشته خود داستان رنجی دیگرگونه است. تحمیل این اندازه از رنج تنها زیستن امکان فهم درست تنهایی را از انسان سلب می کند. این تنهایی محصول رنج انتخاب و اختیار نیست، بلکه ناشی از رنج تحمیل شرارتی ناشناس است. این شرارت تاریک است و به روشن شدن ذهن و آگاهی یاری نمی رساند. انسان بمباران شده با خبرهای روزانه که پیش از این تمام هفته را با ترور و خشونت و جنگ و مرگ و فقر و بلایای طبیعی سپری کرده بود، حالا باید تن به قواعد و قوانینی ناشناس و نوین بدهد. وضع دشوار و استثنایی قرن جدید فراتر از توان انسانی است که از اساس معنای چندانی برای زندگی نمی شناسد. انسانی که در مدرن ترین و خوشبخت ترین کشورهای جهان گاهی در تنهایی خیش در خانه میمیرد و جنازه اش بو میگیرد. انسان سرگردان معتاد به تلویزیون و خبر و مسابقه و شرط بندی به سمت نوعی تنهایی جمعی پیش میرود و این تنهایی ذره ذره او را در بر میگیرد. او بی آنکه چندان متوجه باشد خود را در عصری جدید با مردمانی جدید و زبان و رفتار و آدابی جدید می‌بیند. مرگ آن ناگواری نابهنگامی است که این سیر نامرئی را یک بار مرئی می‌کند. ما هر بار با مرگ یکی از عزیزان و آشنایانمان می‌میریم و دوباره زنده می‌شویم. در غم از دست دادن دیگری می سوزیم و در عین حال باید به بی‌منطقی حادثه نیز تن در دهیم. کار بعضی از ادیان تلاشی ساده لوحانه برای پاسخ دادن به همین پوچی نابهنگام است. درک این موضوع که هرچه در تمام سالها ساخته ایم در عرض چند دقیقه برباد می رود هولناک است. وقتی هواپیمایی سقوط می کند و تمام اعضای یک خانواده می میرند، بی معنایی بیرحمانه برهنه می شود. ما حبابهایی سرگردان در ذهن جهانیم که با دلیل و بی دلیل می ترکیم. اگر خواست جاودانگی با ما از جاودانگی می گوید، منظورش نه خود ما بلکه ظاهراً آینده پیش رو است. زندگی ما با مرگ گره خورده است و این قطعی ترین چیزی است که می دانیم. مرگ ترساور است، چرا که آن را نمی شناسیم. وقتی چیزی را نمی شناسیم ضرورت شناخت آن بیشتر می شود. انسان تاریخی
این ترس و ضرورت غلبه بر آن را با روش‌های متفاوت تجربه کرد و فهمید. ساخت جهانی دیگر در ذهن، باور به چرخش روح جاودان و بازگشت مدامش در شکل‌ها و بدن‌های جدید تلاشی برای باورپذیر کردن مرگ است. چه چیز از این ترسناک‌تر که سال‌ها خانه‌ای بسازی و در عین حال بدانی این خانه به زودی نابود خواهد شد. اما نقاشی کشیدن بر ساحل هم لذت آور است، علی رغم اینکه تمام زحمت‌هایت با اولین موج نابود می‌شود. برای خاموش کردن یا کمرنگ کردن این تلخی به لذت پناه می‌بریم. دست کم ما به عنوان موجوداتی از نسل‌های پایانی انسان برای لذت بردن و مکیدن شیره زندگی طبیعی بسیار محقیم. بخشی جدی از فکر انسانی ما درگیر لذت جویی است. فکر تاریخی انسان توانست با تمرکز بر لذت رنج زیستن را برای ما توجیه کند، یا به عبارتی زندگی سخت و ترسناک ما را تا اندازه ای تحمل پذیر تر کند. از همین روست که لذت زیستن را در میدان جنگ، همه‌گیری بیماری‌ها و حوادث تلخ تروریستی بیشتر می‌فهمیم. ما از رنج دیگران رنج می‌کشیم، اما از اینکه در آن رنج شراکت نداشته‌ایم شادیم. این عدم شراکت و این امنیت ما را به زندگی امیدوارتر می‌کند. رنج و لذت در تضاد با یکدیگر نیستند و مرزهای مشخص و تعیین شده ای ندارند. به همین ترتیب ما گاهی داوطلبانه خود را در رنج دیگران شریک می کنیم تا زهر آن لذت در امنیت بودن خیش را بگیریم و وجدان خیش را آرام کنیم. یعنی رنج دیگران اگر ما را نکشد موجب رضایت خاطر ما می شود. زهر رنج دیگران یا رنج زهر امنیت خیش. مرگ از آن دست تجربه هایی است که مرز لذت و رنج را برای ما در شکل های جدید تعریف می کند. ما به نسبت فاصله ای که با مرگ یک موجود داریم رنج می کشیم یا از آن لذت می بریم. اپیدمی کرونا یکی از مهمترین حادثه های تاریخی سده گذشته بود، چرا که ما را مستقیم با کمترین میزان نابرابری در برابر مرگ قرار داد. اما این کمترین میزان نابرابری در برابر مرگ را هم نمیتوان چندان جدی گرفت. بنابراین ناگزیریم به سطح رفاه عمومی و امکانات سیستم پزشکی و همچنین مقاومت بدنها اشاره کنیم. آنچه فاجعه کرونا را جالب توجه می کند، میزان پذیرش نظم های نو و شتاب هماهنگ شدن انسان با موقعیت های جدید است. موقعیت جدید و استثنایی وضعی است که شرایط پیشین در آن به حالت تعلیق در می آید و همه چیز در خدمت برآمدن وضعی دیگر در راستای بقا آماده می شود. اپیدمی ها نیز مانند جنگ ها نظم های پیشین را با اشک و خون برهم می زنند. شرایط ظاهراً عادی پیشین را به موقعیت‌های استثنایی و موقتی بدل می‌کنند که هیچ امکانی برای اعتراض قائل نمی‌شوند. دولت‌ها لباس مبدل شهروندان خیرخواه را می‌پوشند و موجه‌تر از گذشته سازوکار کنترل و رصد کردن هر شهروند را ادامه می‌دهند. کسب و کارهای کوچک در برابر غول‌های اقتصادی له می‌شوند. بسیاری از شغل‌ها نابود می‌شوند. شغل‌های جدید به وجود می‌آیند و برخی از مشاغل بیش از پیش اهمیت می‌یابند. از سوی کارمندان و کارگران اخراج می شوند و از سوی دیگر برخی از تخصصها موقعیتی بهتر از قبل پیدا می کنند.
شدت تماس و حوزه تماس شهروندان با آزمون و خطاهای سیستم تعیین می شود و تکنولوژی با قدرت به روند رصد شدن رفتار شهروند کمک می کند. هر اندازه این کنترل منظم‌تر و دقیق‌تر باشد، کارآمدتر است. شهروند حتی اگر ناراضی باشد، باید برای این کنترل شدن قدردان نظم مسلط باشد و در صورت خروج از چرخه کنترل به شدت تنبیه می شود. نویسندگان از اهمیت بوسیدن و در آغوش کشیدن می نویسند و مردم به یاد روزهای گذشته و جشنها و آزادی در روابط مرثیه می خوانند. این پرسش که چه موقع ماسک هامان را بر می داریم حتی با برداشته شدن قانون ماسک اجباری بر جا خواهد ماند و همگیر و همیشگی می شود. ماسک در کمتر از 2 سال تبدیل به بخشی از زندگی انسان شده است و به موازات آن تماس انسان‌ها با یکدیگر به نازل‌ترین حد خود رسیده است. ماسک در ذهن انسان بخشی از هستی او می شود. دست دادن و در آغوش گرفتن و بوسیدن های روزمره اگر هم منسوخ نشوند، اعتبار پیشین خود را از دست خواهند داد. امنیت و پیشگیری در برابر اپیدمی های ممکن در آینده بدین معناست که باید با تماس های غیر ضروری خداحافظی کرد. اپیدمی اگر هم برود، ترس و دلهوره آن باقی خواهد ماند و جاودانه می شود. فردیت ناشی از قرنطینه موجب اضطراب و برهم خوردن نظم ذهنی شهروندان می شود و طبعا احساس بی‌اعتمادی و ناامنی در حال و آینده را افزایش می دهد. تنش ناشی از اضطراب دوران اپیدمی در نسل‌های بعدی مشخص‌تر می شود. فاصله مفهومی بنیادی برای هستی انسان است و وقتی اپیدمی اتفاق افتاد، مفهوم فاصله بیش از پیش شکوفا شد. پیش از اپیدمی باید منظورمان از فاصله را مشخص و روشن بیان می کردیم، اما حالا ظاهراً ذهن ما با مفهوم فاصله به شکلی روزمره درگیر شده و دیگر چندان با آن غریبه نیست. اما به این آشنایی هم چندان اعتمادی نیست، زیرا تحمیلی و فکر نشده است. آشنایی با مفهومی که به ما نزدیک است آن را از ما دورتر می کند. فاصله اگر پیش از این وضعی ذهنی بود، حالا روزمره و واقعی شده است. آنچه پیش از این موقعیتی استثنایی می خواندیم، حالا موقعیتی ظاهراً تثبیت شده است. در چنین وضع نوینی نوید بازگشت به وضع پیشین حقیقی نیست. گذشته دست نیافتنی است و اپیدمی این عدم دستیابی را برای ما فاش کرده است. اما در واقعیت روزمره چه اتفاقی افتاده است؟ انسان تهی شده از شعور سیاسی امکان درک وضع استثنایی را ندارد و همین غیبت شعور سیاسی بهترین موقعیت برای گرم شدن بازار شایعه های آسان فهم سیاسی است که منجر به کنش های سیاسی مخالفان محدودیت شدند. جالب است که اقتدارگرایان تئوری‌های سوسیالیستی و مارکسیستی راستگرایان خشک مغز و نجات پرستان آشکار و نهان همانند ساده انگاران عام و پیروان تئوری‌های توطئه همگی سیاست را ساحتی تام و کامل در اختیار انسان و عقل سامانده انسانی می دانند. همگی اینها با کارکردهای خود انگیخته سیاست بیگانه اند و مبنای تصورات سیاسیشان حضور بیکم و کاست اقتدار عقلانی انسان در سیاست است.
انسان اقتدارگرا دچار همان ذهنیت حسابگر و تسخیرگری است که با ظهور علم و ابزارهای تکنولوژیک تاوان دستاندازی به طبیعت را ناگزیر با برآمدن موجود پسین پس خواهد داد. محدودیت شرایط استثنایی دوره اپیدمی در نهایت ناتوانی اقتدار انسان را در ساماندهی به وضع خیش ثابت می کند. گروه های سیاسی چپ و راست ناتوان از توضیح دقیق وضعند. قوانین اجتماعی در شرایط استثنایی و قواعد محدودیت‌های آن عموماً مضحک و ناکارآمد و بی‌سر و سامانند. جامعه عمومی علارغم بدبینیش به اوضاع ناگزیر است به شرایط تن دهد. در این میان بخشی از چپ‌ها از دخالت مقتدرانه دولت‌ها استقبال کردند. آنها از اقتداری دفاع کردند که کارآمد و جدی نبود. اگر پای واکسن و کار انستیتوها و آزمایشگاه‌ها به میان نمی آمد، هیچ برنامه جدی و مدونی وجود نداشت. صحنه سیاسی تنزالود شد. آنها که پیش از این داعیه مبارزه و مقاومت داشتند، در برابر دخالت مستقیم دولت سکوت کردند و آنها که برچسب راست بر پیشانی داشتند، به پشتوانه تئوری‌های توطئه به جنگ دولت‌ها رفتند و البته سرکوب شدند. نقش چین به عنوان منشأ نشر ویروس با توجه به عدم شفافیت سیاسی چینی‌ها به گسترش تئوری‌های توطئه کمک کرد. کرونا در آستانه انتخابات آمریکا و جدال‌های دیرین چپ و راست روزانه از مردم جان می‌گرفت و فشارهای اقتصادی و بیکاری عامل تشدید عصبیت و خشونت اجتماعی شد. کرونا شوکی بزرگ بود، اما هرچه شوک بزرگتر باشد، پذیرش مرحله به مرحله آن برای عموم آسان‌تر می‌شود، زیرا امید به کمتر شدن بخشی از فشارها انگیزه‌ای برای تحمل فشار بزرگتر است. اپیدمی به عنوان خطری جدی سلامت انسان را تهدید می‌کند، اما دولت‌ها برای عینی‌تر شدن این خطر قهرمانانه به کنترل و ساماندهی نظم اجتماعی می‌پردازند و انسان سرگردان را هدایت می کنند. پس از جنگ جهانی دوم، این نخستین بار بود که بشر خود را با یک دشمن آدمکش جهانی روبرو می دید. در میان فجایع مرگبار مانند جنگ، بلایای طبیعی، آلودگی و بمب اتمی و حمله موجودات بیگانه، همه‌گیری این بیماری بسیار ملموس بود. با آغاز همه‌گیری و شیوع اپیدمی در 3 ماه ابتدایی سال 2020، بسیاری از مشاغل بزرگ در جهان صدمه اقتصادی دیدند و صنایع و مشاغل کوچکتر بی سر و صدا حذف شدند. بسیاری از کارمندان رسانه‌های عمومی مجبور به کار در خانه شدند و حضور نداشتن در محیط کار که شاید در ابتدا برایشان جذاب می‌نمود، در دراز مدت به حذف بسیاری از آنان انجامید، چرا که سیستم‌ها باید آن اندازه هوشمند باشند که شغل‌های غیر ضروری را کم کنند و عدم حضور انسانی را با تکنولوژی و امکاناتش جبران نمایند. این فرصتی استثنایی برای هر سیستمی است تا توانایی‌های خود را برای هماهنگی با شرایط جدید محک بزند. غول آمازون در قله این توانایی هاست. خرید و فروش آنلاین با سرعت و کیفیتی بالا. اگر کالا دیر به دستتان میرسد، مشکل از شرکت‌های پستی است نه آمازون. دوستی دارم که برای مدتی کوتاه در یکی از مراکز انبار آمازون مشغول به کار بود.
آنچه برایم تعریف کرد جذاب و تکان دهنده بود. به محض ورود به محل کار انواع دوربین ها از بالا در زوایای مختلف شما را رصد می کنند و با حرکت شخص دستگاه های نورپرداز هوشمند دایره سبز به دور او می اندازند. اگر فاصله یک کارگر با دیگری کمتر از 2 متر شود، دایره او قرمز می شود و شخص خاطی باید به مسئول بالاتر پاسخگو شود. حقوق و امکانات و تجهیزات بسیار خوب نیروی انسانی در ازای فروختن تمامی ساعت‌های شب به دست می آید. 5 شب کار مستمر موجب می شود تعداد افراد ثابتی که برای مدتی طولانی مشغول این کارند کم باشد. آلانا سموئلز در مجله تایمز می نویسد آمازون از یک فروشنده $39.99 کارمزد ماهیانه برای پست اجناس می گیرد و 30% از فروش هر جنس بر می دارد. دست فروشنده ها به هیچ جا بند نیست. هیچ گزینه دیگری جز آمازون و قدرتش وجود ندارد. آمازون علارغم اینکه دیکتاتور معابانه هر شکلی از رقابت را ناممکن کرده است، بهترین گزینه است. اگر آمازون جنسی را به اشتباه ارسال کند، تنها گزینه رأی منفی به فروشنده است، نه به آمازون. راه حل چیست؟ بایکوت و تحریم آمازون؟ این یعنی تهدید جدی فروش و سود فروشنده ها. آمازون می داند فروشنده ها راه دیگری ندارند و هر کس از دور خارج شود، نفر بعدی جای او را پر می کند. فروشنده ها نمی توانند برای تحریم آمازون متحد شوند چون نسبت به یکدیگر معرفت یا شناخت ندارند. 2 شرکت تولید کننده مسواک جز در اینکه چیزی به نام مسواک تولید می کنند از بنیاد با یکدیگر دشمنند. بایکوت آمازون از سوی یک شرکت مسواک سازی برابر با پیشی گرفتن شرکت مسواک سازی رقیب است. این دیگر یک بازی ترسناک تک نفره است، نه ناشی از اتحاد چیزها بلکه ناشی از دورافتادگیشان. آمازون با روند فعلی چاله‌ای بزرگ است که با آشغال‌هایی که خود تولید می‌کند پر خواهد شد. آمازون در نهایت مانند خود سرمایه‌داری بازنده و برنده همزمان بازی خیش می‌شود. سرمایه‌داری حذف نمی‌شود بلکه در اعصار آینده در فرمتی جدید و هماهنگ با تکنولوژی شکل‌های نوین از هستی را تعریف می‌کند که قطعاً برای ذهن امروز ما قابل فهم نیست. مهمترین نتیجه تغییر در این حضور ناقص و دلالگونه آمازون کالای بی‌صاحب است، همچون دستاورد هنر بدون هنرمندی که در AI یا همون هوش مصنوعی و در موسیقی اتفاق افتاد. ما آلبوم هایی داریم که در واقع جز هوش الگوریتم مؤلف و خالقی ندارند. این چگونه جهانی خواهد بود که در آن چیزها فروش می روند اما فروشنده مشخصی ندارند؟ من در اینجا از این مرز جلوتر نمی روم و این پرسش را که لابد ذهن اقتصاددانان را مشغول داشته کودکانه و در عین حال جدی می انگارم. پس ادامه و تکامل یا همان فرگشت اقتصادی چگونه خواهد بود؟ دسترسی مستقیم و کنترل شده به چیزها و ابزارهای غیر ارگانیک می تواند یکی از اهداف مهم انسان آینده باشد. تا زمانی که من برای کندن زمین به بیل نیاز دارم، بیل یک ابزار غیر ارگانیک است. اما اگر دست من توانایی بیل شدن داشته باشد، من در خیش و با خیش بیل هم دارم. این مثال ساده سوپر قهرمانان داستانهای علمی و تخیلی است.
چه میشد اگر دستمان به تفنگ تبدیل میشد؟ اگر می توانستیم ذهن دیگران را بخوانیم؟ اگر توانایی غیب شدن داشتیم؟ انسان بیرحمانه به سمت واقعی کردن آرزوهایش پیش می رود. آرزوهای کوچکی که در محدودیتهای پس از اپیدمی واقعی تر شده اند. اما خواست واقعی کردن آرزوها قربانیان بسیاری می گیرد. قورباغه های تازه از تخم درآمده مسیر برکه را از سوی به سوی دیگر می پیمایند و بسیاری از آنها در میان راه تلف می شوند. بحث تنها بر سر آنهایی است که سالم به آن سوی برکه می رسند. هدف ما در این نوشته پیرو آنچه از اساس فلسفه می خوانیم دعوت به اندیشیدن به این راه است. در مقابله با این نگاه که دعوت به اندیشیدن دارد، نگاهی دیگر وجود دارد که بنیادش بر حسابگری است. همین منطق حسابگری نوجوان 16 ساله را با این ادعا که معنای زندگی را به او هدیه خواهد داد اسیر می کند. آنها پول و شهرت و قدرت و دسترسی هرچه بیشتر به امکانات را وعده می دهند، اما جز دلال و فروشنده قربانیان نیستند. راه حل مونرو در مقاله منتشر شده در آتلانتیک سازوکار تیم‌هایی را که در اپلیکیشن تیک تاک در حال تولید ویدیوهای رقصند تشریح می کند. نوجوانان تشنه دیده شدن بدنهاشان را مانند گلادیاتورهای دربند در شرایطی عجیب به نمایش می گذارند. آنها برای به چشم آمدن و شناخته شدن می جنگند. شهرت یعنی امکان به دست آوردن تبلیغ و تبلیغ کردن یعنی پول. چه تضمینی از این جذابتر که خانواده این نوجوان 15 ساله خود را برای چند ماه در اختیار یک کمپانی قرار دهد تا برقصد و مشهور شود؟ خانواده ای که در چرخه بیرحمانه بازار کمترین شانس را برای دیده شدن دارد، ترجیح می دهد فرزندش حرکات بدنش را بفروشد تا بدنش را. رقابت بر سر بقای عده ای از ما به معنی حذف کسانی دیگر است. در این رقابت توافق بیشتر میان برندگان ایجاد می شود و بردگان در جشن آینده شراکتی ندارند. کودکان بردگانی که امروز حرکات و بدنهاشان را می فروشند فردا را در شرایطی تلختر تجربه خواهند کرد. آرزوهای کوچکشان با فجایعی بزرگ برباد می رود و هیچ سازمان بشر دوستانه ای زحمت دفاع از حقوق آنها را نخواهد کشید. انسان موضوعی جاودانه نیست و کرونا فرصتی طلایی برای بی اعتبار کردن این توهم جاودانگی است. سرعت سرسام‌آور جوامع بشری مدام به آدمی تلقین می کند تا دیر نشده شتاب کن. همچون فیلم های آخر الزمانی هرچه در اختیار داری بردار و فرار کن. منطق جهان بردگان آنها که مسئله هستیشان آزادی نیست، سرگردانی و سرگرمی در جهانی متافیزیکی است. متافیزیکی از این جهت که کمترین نسبت را با وجود یا هستی واقعی دارد، می خورد و می خوابد و جفتگیری می کند، اما هیچ توجهی به این آمد و شد ندارد. مسئله این موجود سرگردان و سرگرم در هر طبقه اجتماعی و از هر قشر فرهنگی محاسبه است. او در فرار مداوم است، زیرا درنگ و تأمل را نمی شناسد و تحمل بازدید و بازنگری ابعاد و وجوه خیش را ندارد و زوایای وجودش برای خودش بیگانه است. او موجودی از خود بیگانه است، زیرا نسبت خود را با وجود از دست داده است.
او در تلاطم است، اما حرکت را نمی شناسد. آنچنان در حال ذخیره و جمع‌آوری است که وجودش از آشغال‌های به درد نخور و چیزهای بسیار پر شده است. همچنان که زندگی بیرونیش مملو از ماشین و دستگاه و ابزارهای متفاوت است، اما سکونت را نمی شناسد. انسان متافیزیکی محاسبگر از ایستایی به حرکت و از حرکت به ایستایی در فرار است. این انسان متافیزیکی همانی است که هستی را به فراموشی سپرده و تنها از هستنده ها سخن میگوید. مسئله اندیشه حسابگر نیز موجودات یا همون موجودی منابع و مخازن است که ریشه در همین نگاه متافیزیکی غافل شده از هستی دارد. او یک رانده شده بی وجود است، همانند خرت و پرت های سمساری ها. او محاسبه می کند، چقدر حقوق، چقدر حساب بانکی، چند خانه، چند ماشین، چند فرزند، چه میزان سکس با چند نفر، چند مسافرت، چند کتاب، چقدر مدرک. این جهان بردگان سرگردان و سرگرم است. جان بردگان در چنین جهانی بی ارزش است. فاصله کیفی چندانی میان ماهیت کارگر رد پایین و مهندس ارشد وجود ندارد. کارگر رد پایین کارخانه پس از بازنشستگی همچنان با افتخار لباس کار کارخانه اتومبیل سازی را می پوشد و مهندس ارشد هم در جمع دوستان و آشنایان از سوابق کاری و میزان درآمد و تعداد مدارکش سخن می گوید. اما هر دو آنها از اینکه تمام سالهای عمر را صرف چه چیز کرده اند غافلند. بنیادی ترین پرسش های هستی برایشان غیر واقعی ترین و عجیب ترین پرسش هاست و از همین روی باید در سطح زندگی کنند. آنها همانند آجرهای یک ساختمان عظیم خود را در ساخت ساختمان شریک می دانند. اما ماهیت تاریخی ساختمان و وجود ساختمان به مدعاشان می خندد. آنها در هر صورت موجود هستند، اما موجود بودن به معنی وجود داشتن نیست. آنچه وجود را قطعی می کند، بازگشت به آن، طرح پرسش در برابر آن و درگیری با آن است. موجودی که زندگیش در فراموشی با الکل، مواد مخدر، خواب و بیهوشی گذشته و پای تلویزیون و در فضای مجازی تلف شده و پنهان زیر چربی‌های ناشی از تن‌پروری است، چگونه می‌تواند از وجود داشتن سخن بگوید؟ این موجودیت را چه نسبتی با آینده است؟ ارزش این حجم بیشکل که می‌توان آن را با هر حجم بیشکل دیگری تعویض کرد در چیست؟ چنین موجودی بدون حضور تکنولوژی کم ارزش است و با شکوفایی تکنولوژی بی ارزش. تصور کنید بدون کتاب و موبایل قرار است ساعتی را با یک پزشک، مهندس، کارگری حرفه‌ای سپری کنید. آیا امکانی جز سخن گفتن درباره امور جزئی و هوا و سیاست روزمره وجود دارد؟ انسان متافیزیکی بیکیفیت با شکوفایی تکنولوژی بیش از پیش در خطر نیستی قرار می گیرد، زیرا او بدون ماشین هیچ چیز نیست و چون هرچه پیشتر می رویم سهم ماشین، ابزار و دستگاه از انسان بیشتر می شود، سهم انسان مصرف کننده مفلوک در موجودیت کمتر خواهد شد. ابتذال را باید نمود واقعی این زندگی بیکیفیت و بیچون و چرا بدانیم. ابتذال صورت این مصرفگرایی تکراری است، مصرف شدن در بدن تاریخ بی هیچ نشانه ای و هیچ یگانگی. این یعنی زندگی سرگردان که خود را در مصرف کردن تعریف می کند و زیست و زندگی را نمی شناسد.